دوستان سلام، عطا هستم. خوش اومدید به میز گرد. با یه نقد و بررسی دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. قرار با هم دیگه امروز یه موزیک دیگه گوش کنیم، ببینیم چه حرفی برای گفتن داره، چیا گفته، استایلش چجوریه، فضاش چجوریه و این مسائل. موزیکی که امروز براتون در نظر گرفتم موزیک ندقول از علی یاسینی هستش. تنظیم کننده، کلن پرودیوسر کار خود علی یاسینی هستش، تنظیم کننده ترن ملودی و میکس و مسترینگ کار هم هادی جولانی انجام داده. بریم ببینیم این موزیک چیه، چه حرفی برای گفتن داره، چجوری هست اصلا، چی کار کرده علی یاسینی عزیز. من تیکه تیکه موزیک رو پلی میکنم، بعد صحبت میکنیم با هم دیگه راجبش، ببینیم که به چه صورته. اینتروی کار رو بزنم. بیا بم بگو چیه جنس دل تو، کاشون همه طاقتی که تو داری و بدی من، نصف این خیابونا رو گرفتی از من، هر جا که میرفتیم با هم دوتایی و نمیرم، همیشه منتظر حرکت از سمت منی، کاشونی که بهت گفته خدایی و ببینم، بعدم میاد از هر کی که دور و برته، از اونا که میدونن تو کجایی و نمیگن تایی میشه دلم. خب نگه دارم، بذار از اینترو شروع کنیم. سبک کار سبک هیپ هاپ لوفای آر ان بی تراپ، این مخلوطی هست، این سبک هاست. اینتروی کار خیلی خوبه، وکال یو خیلی میاد بالا، تو صورت میزنه تو میکس و صدای اینترو خیلی پایینه. اما ادواتی که توی اینترو استفاده شده، جنس صداهایی که استفاده کردن و جنس میکسی که انجام دادن، یه حس سرگیجه، گنگ بودن، منگ بودن، اینکه تنها بودن، الان من چیکار کنم خدایا، مثلا یه همچین چیزی رو بهت القا میکنه، درستم القا میکنه با توجه به فضای کار، و خوب تونستن در بیارن این قضیه رو. ببینیم، این صدا رو میگم، این صدا خیلی خوبه، خیلی خوبه، وکال میاد. بیا بم بگو چیه جنس دل تو، کاشون همه طاقتی که تو داری و بدی من، نصف این خیابونا رو گرفتی از من، هر جا که میرفتیم با هم دوتایی و نمیرم. کلمات در این ساده بودن، در این پرتکرار بودن، جوری کنار هم قرار گرفتن که خیلی تأثیر گذارن، خیلی تأثیر گذارن و واقعا بی نظیرن. به هم بگی چیه جنس دل تو، جنس دل چیه، کاشون همه طاقتی که تو داری و یه بدی به من، خیلی خوب داره میگه. نصف این خیابونا رو گرفتی از من، چرا؟ چون قبل تو، قبلن که باهات بودم اون جایی که میرفتیم، و الان که دیگه باهات نیستم دیگه نمیرم، نمیتونم اون خیابونا پا بذارم، یعنی اینقدر برام خاطره آزار دهنده است. خیلی خوب توضیح داده، خیلی خوب توضیح داده، باریکلا. بریم بعدی. همیشه منتظر حرکت از سمت منی، کشونی که بهت گفته خدایی و ببینم، بعدم میاد از هر کی که دور و برته، از اونا که میدونن تو کجایی و نمیگن تایی میشه دلم واسه دم صبح من خل، و یه رکم ندیدم همه طور بعد تو، بعد من به هیچ کسی اگه شد نده پل، فکرت منو میکشونه دم پل نده پل، تایی میشه دلم واسه دم همه صبح من خود، وگرنه کم ندیدم همه طور بعد تو، بعد من به هیچ کسی اگه شد نده خود، فکرت منو میکشونه دم پر. کورس کار خیلی خوبه، خیلی خوبه، پانچلاین خیلی قوی داره، ریتمش که خیلی خوبه، خیلی سواره، کلمه ها، چینش کلمات تو کورس بسیار خوبه، یه فلوئنسی، یه فلوی خیلی خفنی داره، خیلی شناوره، مثل موج دریا،
برانه بابا برا بام را بام، خیلی با هم دیگه چفته این کلمه ها، این جمله ها، این بالا پایین ها خیلی رو ریتم خوب نشسته و عالی داره صدا میده. یه نکته، این نکته بعدی، باز هم استفاده از اون ترکیب طلایی کلمات ساده و ساختن بیت ها و جمله های خفن تاثیرگذار. بعد من اگه شد به کسی نده قول، فکرت منو میکشونه دم پل، نده هول، خیلی خوبه. این قولایی که میگه به من دادی دیگه به کسی دیگه نده، چون در حدیه که منو میکشونه سمت پل برای خودکشی کردن، از اون بالا خودمو بندازم پایین. پس نده هول، بیشتر هول نده منو، با فکرت بیشتر منو آزار نده. خیلی خوبه، خیلی خوبه. بریم قسمت بعدی، پارت بعدی، این اوورتور کارو بشنویم ببینیم چیه. هول نده هول، همیشه دلم هست، همیشه دلم هست. جلو چشمیه، بازم وکال اینجوری اومد بالا، زد بیرون. این به نظرم تو میکس باید یه مقدار متعادل میشد، چون صدای اوورتور و اینتروی کار یه مدار پایین نسبت به وکال، وکال یو میزنه بیرون. نکته ای که راجع به اوورتور کار میخوام بگم، اوورتور کار ساده است، خب زیاد کار نشده، اما متناسب با همین سبکه دیگه، متناسب با همین سبکه و خوب هم در آوردن کار رو. بازم ادواتی که استفاده کردم و مخصوصا اون جمله کلیدی که میگه تمیشه دلم برات، تمیشه دلم برات، یه مقدار پوبونی است، استاد این کار پوبونه تو ایران، تو ایران ها. تو خارج که الا ماشاءالله ما هم از اونا برداشتیم دیگه طبق معمول، ولی خیلی به جای و درسته در اومده است، خیلی خوبه. همیشه دلم مراد، همیشه دلم مراد، ایوال. این صدای جلو چشم، این صدای ریورس هم خیلی خوبه، این حالت گیج بودن، منگ بودن و تو شک بودن اون قشنگ میرسونه، میرسونه قشنگ. شمیت تا وقتی خواب میبینم یاد میگیرم همه واسه هم عادی میشن، تو جلو چشمی وقتی پر دود خونه، وقتی داره گیج میره سرم و تار میبینم. امبیانسی که ایجاد میکنن، نگاه کنیم فضایی که براتون درست میکنن، صدای الکتریکی که اون زیر میاد میزنه، یا یه صدای سینتی هست که رایز آپ داره میاد بالا، و کلا ادواتی که استفاده کردن، علاوه بر اون درست خوندن علی یاسینی، ادا در نیاوردن در این که لحنش رو تغییر داده، شل کرده یه مقدار، داره چیل میخونه، یه مقدار نرم داره میخونه، یعنی اون حس بیحالی و گنگ بودن رو همچنان داره تو کار هی به شما القا میکنه با این فضایی که ساخته. این خیلی قشنگه. یه کاری کردی ازم چیزی نمونه، خیلی اجات خواستم بیان ایشکی نتونست، دیدی ایشکی نمیخواست با هم بمونه. میبینی چقدر چیل میخونه، دیدی خواستی نشازی با هم بمونه، نه 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 نه. این خیلی زیباست، خیلی خوبه، خیلی خوب در آوردن. هرچی میگفتم تش دیدی همونه، دلم واسه دم صبح من خل، و یه رکم ندیدم همه طور، بعد تو بعد من به هیچ کسی اگه شد نده قول، فکرت منو میکشونه دم پل، نده قول. تنگیشه دلم واسه دم صبح من کارس همینجا ادامه میده، من میزنم جلو وقتتون رو نمیگیرم. و اینکه بیایم اینجا این تیکه آخر کار ببینیم اوتروی کار به چه صورته، چه کار کردم؟ میکشونه دم پل، نده پل، همین تموم میشه. بود روی کار زیاد جالب نبود، سر هم بندی کردن. پل نده پل، اینجاش خوبه، تموم میشه دلم مرا، اینجا میفته یهو تموم میشه تپی. حالا به نظرم با همون تمیشه دلم برات، با اون میتونستن یه فضایی ایجاد کنم و کارو قشنگ تر در بیارم. به هر حال ولی
کار نمره قبولی میگیره، خیلی نمره خوبی هم میگیره و به نظر من کار خیلی قوی بود. دمشون گرم، خسته نباشن. مرسی. دو سه تا نکته مهم داشت که مهمترینشون این بود که کار توی استایل خودش حرف واسه گفتن داشت و تو اون سبک و استایلی که قرار ساخته بشه و ساخته شده بود، المان‌های اون سبک و استایل رو رعایت کرده بود. این خیلی نکته مهمیه. طرف یاد یه کار هیپ‌هاپی می‌سازه، حالا ادوات که صدای هیپ‌هاپی نمیدن هیچ تو تنظیم و ملودی هم که هیپ‌هاپی نیست اونم به کنار، جملات همه دم و دستی، همه جملاتی که هزار بار استفاده کردن، همه چیپ، همه درجه 4-5 و خواننده بعد میاد با لحن بد عربده میزنه، صدا کلفت میکنه. میدونین کدوم کارا رو میگم؟ چی تولید میکنین گوش خراش؟ واقعا نمیدونم. مثلا این کار رو نگاه کنین، یه نمونه خوب به عنوان مثال نحوه خوندن رو نگاه کنین، چیل بودن کار رو ببینین، آکوردها رو ببینین، فضایی که میسازه رو ببینین تو اون سبک، اون فضای دپرس بودن و قشنگ میرسونه و ادا میکنه به نظرم و تو سبک و استایل خودش کار خیلی موفق و خوبیه. نمره بخوام به این کار بدم، به خاطر یه سری ایرادات میکسی و اوتروی آخرش و حتی این و اوورتور وسط حتی میتونست قوی تر باشه که کارو بی نظیر کنه، درجه یکترش کنه، ولی در مجموع خیلی خوب بود. من نمره 8.5 رو میدم از 10 به این کار. 8.5 نمره خوبیه به نظرم. 8.5 از 10 میدم. خیلی خوب بود کار. امیدوارم شما هم این کار رو گوش کنید، لذت ببرید، خاطره باش بسازید. واقعا موسیقی خوب توی هر سبکی. نمیخوام نباید واقعا اینو مثلا با شجریان، همایون شجریان مقایسه کنید، نمیدونم چه میدونم با ایکس و گیرگ، با داریوش مقایسه کنید، چی نه، توی این استایل ما داریم بررسی میکنیم. واقعا توی این استایل و توی این سبک خیلی موزیک خوبیه و به گوشامون باید احترام بذاریم، موزیک خوب بشنویم، تو روحیه‌مون، تو زندگیمون خیلی تاثیر میذاره. مرسی که با من همراه بودین، دمتون گرم. لایک و کامنت سابسکرایب فراموش نشه. اگه موزیک دوست دارین من براتون نقد و بررسیش کنم، توی کامنت ها برای من حتما بنویسید و با هم دیگه بررسیش میکنیم، با هم دیگه گوش میکنیم، ببینیم چه حرفایی برای گفتن داره. مثل همیشه مرسی که همراه من بودین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار، دمتون گرم.